سلام، من کیمیا هستم. اینجا وی اف پادکست، یا بهتر بگم ونکوور فارسی پادکست. امروز در خدمت نگار خوشگو هستیم، یکی از بنامترین میکاپ آرتیستا و پیرایشگر. آره، میشه گفت پیرایشگرای ایرانی در ونکوور هستیم. نگار جون، خوش اومدید به برنامه. مرسی. سلام کیمیا جون، سلام به همه، مرسی که من دعوت کردین. خوشحالم که پیشتونم. بعد از یه روز طولانی کاری خوبه، اختتامیه خوبی. روزتون از چه ساعتی شروع شده امروز؟ چهار صبح بیدار شدید یا شروع شده روز؟ نه، 4 صبح بیدار شدم. 4:45 پیش کلاینتم. کلاینت داشتید امروز؟ عروس و متعلقات عروس دیگه. به به به، کجا بود عروسی؟ فرمونت واترفرانت توی دانتان. بیوتیفول، خیلی هتل خوشگلی. آره، خیلی هتل خوشگلی. شما چند ساله مشغول به این کاری هستید که الان انجام میدید؟ به صورت حرفه‌ای 12 سال. 12 سال میکاپ میکنید؟ میکاپ و مو. میکاپ و مو؟ آره. مو یکم دنیاش توی خارج از ایران متفاوته. وقتی که ایران میگیم که هر استایلیستم، همه متوجهن که تو مثلا فقط مو رو آماده دیزاین میکنی، یعنی مثلا حالا یا آپدو میکنی، شینیون میکنی، براشینگ میکنی، ولی اینجا هر استایلیست یعنی هم هر کالریسته، هم کات میکنه، هم همه کار. نه، من فقط کار استایل، یعنی یه نفر که میخواد بره مهمونی یا عروسی رو میکاپ میکنم و موهاشو درست میکنم. پرفکت. درسی براش خوندید یا تجربی بوده؟ نه، من این که حالا تجربی بوده که آره، از بچگی کلن خیلی دوست داشتم این کار، یعنی کلن مثلا عشق این بودم که بشینم پایه مثلا میکاپ مثلا ماهواره و این چیزا ببینم و بازیم میکردم با میکاپ. ولی سال سوم دانشگاه، چون مثلا رشتم مهندسی نرم افزاری ربطی نداره، ولی سال سوم دانشگاه مدرسه گریم جلال الدین معیریان رفتم تو ایران، پدر گریم سینمای ایران. آره. بیوتیفول. آره. سوالم یادم رفت. چند ساله که کار میکاپ؟ نه، گفتی 12 سال. کار فول تایمتون هست کار میکاپ؟ آره، کار فول تایم. فول تایم. کی بود که فهمیدید از این کاری که دارید انجام میدید و درآمد دارید لذت میبرید؟ یعنی از شغل؟ آره، از شغل. به عنوان شغل. به عنوان شغل. معلومه وقتی که مثلا اولین پولی که از کارم در آوردم، چون مثلا به صورت فان و همینجوری سرگرمی کار میکاپ انجام میدادم یا کار مو انجام میدادم واسه دوستام، خانوادم، ولی وقتی که تو درآمد داری یهو دیگه خیلی خوش، یعنی دیگه باورت میشه که این یه شغله، میتونی به عنوان شغل بهش نگاه کنی. خب از اونجایی که پول دروردید فهمیدید لذت میبرید و دوست دارید؟ نه، من همینجوری اگر که پولی هم در نیارم ولی میکاپ بکنم یا هر کاری که مربوط به میکاپ، حتی مثلا یه دوره بگذرونم، خودم آپدیت کنم، خیلی دوست دارم. هر ثانیهش لذت میبرم. بزرگترین چالش کارتون چیه؟ اگه بزرگترین رو بخواید بگید. در حال حاضر نگار امروز بزرگترین دغدغش بزرگ شدنه. بزرگ شدن. بزرگتر شدنه. آره. توی ونکوور؟ نه، کلن. کلن. آره. توی دنیا؟ آره. چند سال مهاجرت کردید ونکوور؟ 1 سال و 8 ماه. چه جالب، چقدر داری. خوش اومد. مهاجرت چه تأثیر روی کارتون داشت؟ خدا رو شکر. ببین، من خودم رو آماده کرده بودم که دوباره از صفر شروع کنم، ولی اصلا این اتفاق نیفتاد. یعنی حالا به خاطر به واسطه سوشال مدیا و به واسطه این که مثلا سالها کار حرفه‌ای انجام داده بودم و میدونستم فقط آدم ها عوض شده بودم، محیط عوض شده بودم، من صفر نشدم. ولی چالنجای خوشو داره، خوشگلیای خوشم داره دیگه. خب به هر حال من درسته که قبل از اینکه مهاجرت بکنم من مشتری غیر ایرانی داشتم، مدل غیر ایرانی داشتم، ولی خب اینجا این اتفاق بیشتر میفته. بعدم اینکه کلن مهاجرت برای من اینجوری بود که، یعنی تصمیمی که با خودم داشتم وقتی که روزی که تصمیم گرفتم مهاجرت کنم، اینه که مثلا بعد از 30 یه دور چی میگن بحران کنترل صفر کنم از همه چیز.
چه شخصیتی چه شغلی و کردم این کارو برای خودمم. یعنی خیلی برام خوشحال کننده است که مثلا یه کار جدید شروع کردی. آره دیگه، خودمو مثلا انگار که از اول پا میذاری، از اول تجربه میکنی و خب تو یه عالمه تجربه داری، اون خطاهای گذشتن یه ورژن بهتری از خودتو زندگی میکنی، حالا چه زندگی شخصی چه زندگی شغلی. چقدر قشنگ بود. از صفر شروع میکنید ولی با چشم بازتر. آره دیگه، تو یه عالمه تجربه داری و از اون مثلا استفاده میکنی. خب آدم توی زندگی واقعی نمیتونم چیکار بکنم، ما نمیتونیم برگردیم به 10 سالگیمون، به 15 سالگیمون، به مدرسه‌مون، هیچ وقت. ولی مهاجرت به نظر من بزرگترین هدیه‌ای که به آدم میده اگر که آدم آگاهانه مهاجرت کنه همینه. تو یعنی میتونی دوباره یه تولد دوباره بشه برات دیگه از خودت. من مشاورم قشنگترین تیپی که به من داد برای مهاجرت این بود، گفتش که حواست باشه حالا تهران نه ونکوور، ونکوور نه رشت، تو از خودت باید به خود دیگه با ورژن بهتر مهاجرت کنی، این میشه مهاجرت واقعی. آره یه کلمه گفتید خیلی دوست داشتم، مهاجرت آگاهانه. آره چه جوری این آگاهی رو به دست آوردی؟ ببین واقعیتش اینه که من خب اکتبر میشه 10 سالی که متأهلم، ازدواج کردم و همسری دارم که همیشه دلش میخواست مهاجرت کنه. یعنی چه زمانی که ما ازدواج کرده بودیم چه قبل از ازدواجمون، و من یکی از شرطهای ازدواجم این بود که من مهاجرت نخواهم کرد. ولی اصلا شغل باعث شد من فکر کنم که دوست دارم مهاجرت کنم. انگار که سقف آرزوهام بسته بود توی ایران. شایدم اشتباهه ها، یعنی شایدم نیست، هیچ جا سقفش بسته نیست. من فکر میکردم که نمیتونم، نگار نمیتونه رشد کنه. نه اینکه مسلماً میکاپ آرتیست ها الان توی ایران خیلی موفق ترن، یا تو هر بیزنسی ممکنه تو ایران خیلی موفق تر از هر جای دیگه دنیا باشن، ولی برای من اینجوری بود که من دوست دارم برم یه چیز دیگه رو تجربه کنم. زندگی توی دنیا که مثلا بعد از 20 سال به خودم نگم که شرایطشو داشتی ولی نکردی. درسته درسته. حالا که تو بحث مهاجرتیم و بین اینجا و ایران، بزرگترین فرق یا عموما فرق بین یه میکاپ آرتیست و شغل میکاپ آرتیست توی کانادا با ایران چیه؟ کلن توی صنعت به نظر من هر صنعتی فریلنسینگ، یعنی خود اشتغالی به معنای واقعی، تو ایران وجود نداره. یعنی اصولا همه میکاپ آرتیستا وقتی به یه مرحله ای از یک مرحله ای از یه لولی وقتی رد میشن، ترجیحشون اینه که سالن خودشون رو بزنن و اصولا آدم ها هن که میان پیش میکاپ آرتیست. ولی اینجا تو چمدون دستته و خب یه دلیلی هم که داره اینه که اینجا پروژه محوره خیلی. حالا پروژه میتونه عروس باشه، میتونه موزیک ویدیو باشه، میتونه فشن باشه، میتونه فیلم باشه. توی ونکوور شاید خیلی برای همه جالب باشه که صنعت فیلم خیلی خوبه، خیلی داغه و میکاپ آرتیست میخوان. در نتیجه فریلنسینگ اینجا معنای واقعی داره و خب خیلی چالش داره. از دور وقتی آدما نگاه میکنن فکر میکنن که اوکی خب همه وسیلاتو جمع میکنی میریزی پشت ماشینتو میری. وقتی که یه سال دو سال میگذره تو باید باهوش باشی، کیتتو چجوری جمع کنی. وقتی که چند تا مشتری، خیلی بر من چالش باحالیه که مثلا چجوری سبک سفر کنم، چجوری سبک برم، چجوری منظم برم، تایممو چیکار کنم. خیلی به نظر من بزرگترین تفاوتش اینه از لحاظ انجام کار. اوکی خیلی جواب خوبی دادید، کامل بود. اینجا برای فیلم کار کردی تا الان؟ نه هیچ پروژه فیلمی کار نکردم، ولی فشن و مثلا پروژه های غیر عروس زیاد کار کردم. دوست دارید برای پروژه فیلمی کار کنید؟ ببین حالا من به هر همکار غیر ایرانیم که میگم که I'm too old for film industry، خیلی سنم زیاده، مسخره میکنن. ولی نه واقعا هنوزم عقیدم همینه. من تو دهه 30 تو نیمه دوم تقریبا دهه 30 زندگی من متأهلم، زندگی خانوادگی دارم و اینا همپوشانی نداره با شغل فیلم. یعنی تو به عنوان تو پروژه های فیلم باید خیلی وقتت آزاد باشه، بتونی سفر بری طولانی،
شب بیداری داره، دو ماه بری سر پروژه و کلن حالا اینکه بری تو یونین و وارد اون داستان بشی برای من دیره. ببین هیچ وقت برای هیچی دیر نیست، ولی ارزشات اینا آره برای من ارزشات. من زندگی خانوادگی خیلی ارزشه تو زندگیم. آره دیگه، اینجوری که من ازت دارم میشنوم به نظرم شغل خیلی خوبه، دوست داری شغلتو، ولی خب خانواده شاید اولویت اوله. نمیدونم، نیست خانواده اولویت اولمه. کار یا کارت یا همسرت تو اولویت بندی ها دفنیتلی همسرت. ببین چون نمیتونم، هیچ وقت این سوالو قبلا هم از من پرسیدن، چون همیشه یه همسری داشتم که حامی بوده تو شغلم یا خانواده ای داشتم که حامیم بودن، نمیتونم تصور مسل اینجوری شاید بگم بهتره، قطعا ازدواج نمی کردم با آدمی که مجبور بودم یه روزی بینشون انتخاب آگاهانه بکنم. ببین یه موقعی یه سری انتخابا از رو اجباره، اگر خدایی ناکرده یه اتفاقی واسه همسر من بیفته و اون به من نیاز سلامتی روحی عاطفی داشته باشه، مسلما همسرم رو انتخاب میکنم. ولی تو شرایط یکسان هیچ کدومو نمیتونم بگم اولویت داره برم. خیلی خوب. آخه عشان بود دخترهای ایرانی میکاپ رو صورتشون بهتر میشینه یا دخترهای کانادایی؟ ببین خیلی این سوال کلیه به نظر من. کلی نوشتن. اول یه چیز خیلی جالب بگم، به نظر من همه ی آدم ها زیبان، یعنی من اصلا خیلی کم پیش خیلی کم به ندرت شاید توی 12 سال زندگی حرفه‌ایم واقعا شاید زیر 20 نفر بودن که مثلا یه هم ببینم و شوک بشم و بگم این آدم هیچ زیبایی تو صورتش نداره. جدی میگی؟ آره. چقدر مثبت، چقدر خوب. آره خیلی خیلی خودم دوست دارم اینو. همیشه یه چیز خوشگلی به نظر من توی صورت یه نفر هست، چه مرد چه زن حالا. ولی مهمترین فاکتوری که به نظر من میتونه تاثیرگذار باشه که میکاپ روی صورت یه آدمی قشنگ باشه یا خیلی خوب نباشه، پوسته. در چه نمیشه گفت دیگه، مثلا نقطه قوت صورت خودت چیه؟ چشمام. جواب سوال بعدیمو دادی که چه چیزی مهمترین فاکتور برای بهتر شدن میکاپ تو صورت یه نفره؟ به عنوان دو تا جنبه داره، یه مدلی که زیر دستت میشینه حالا به عنوان مشتری یا مدل، اون به نظر من پوسته، ولی به عنوان یه میکاپ آرتیست مسلماً مهارت اون آدمه. خیلی مهمه. خیلی مهمه. خیلی خیلی. چجوری خودتو آپ تو دیت نگه میداری با ترندایی که میاد؟ هر چند وقت یه دفعه دوره میگذرونی؟ آیا ویدیو نگاه میکنی؟ چی کار میکنی که بمونی؟ خیلی جالبه، من کلن مثلا چه میدونم از تفریحات بچگیم یه میکاپ آرتیستی هست، یه آرایشگری هستن به اسم آقای زاره که امریکا زندگی میکنن و مثلا ایشون اولین آدمی بود که فارسی زبان به نظر من توتوریال داشتن روی خواهر خودشون که خانوم شهرام سلطی هم هستن توی شما یکی از این تلویزیون های ماهواره‌ای آموزش میکاپ میدادن و من خیلی چیز از ایشون یاد گرفتم. مثلا چه میدونم 9 سالم بود اون موقع. آره. ولی تا مثلا 10 سال پیش احتمالاً همه کسایی که کار بیوتی انجام میدن توی ایران همین جوری بوده. ما ماه رمضان و محرم سفرمون واسه آپدیت کردنمون بود، یعنی همه مثلا یه عالم باجت میذاشتیم که بریم خارج از ایران، حالا روسیه، ترکیه، دبی، که خودمون آپدیت بکنیم. چه جالب. من خودم هم مدرسم و از یه سال قبل کووید و تا به امروز خیلی فرهنگ آپدیت آنلاین باب شد و خیلی کار رو راحت کرد. مثلا من به شخص عاشق کاره هرستایلیست اسرائیلی هم
آقای دویر و همیشه کارشو خیلی دوست داشتم و همیشه برام یه آرزو بود که خب مثلا من مسلما هیچ وقت نتونست به خاطر مشکلاتی که این دو تا کشور با هم دارن، به عنوان یه آدمی که متولد ایرانه، من هیچ خودم تو حداقل تو کشور خودش نمیتونم برم بشنم سر کلاسش. مثلا تو دوران کووید یه اتفاقی افتاد و ایشون کلاس آنلاین گذاشت و مثلا من به آرزوم رسیدم. آخه چرا قشنگ وایس هم شد. That was beautiful. من زیاد الان خودم رو مثلا دوره های آنلاین میگذرونم. خیلی سال نیست قبل از مهاجرتم کلاس حضوری اونم. من خیلی معذرت میخوام، ببخشید. نمیدونم چی شد. چرا الان من باید ساعت داشته باشم شرمنده. آره قبل از اینکه مهاجرت کنم به کانادا مستر کلاس آقای سامر خزامی ترکیه دعوت شدم. آخرین کلاس حضوری بود که مستر کلاس حضوری بود که رفتم. چقدر میانگین اگه بخوای بگی هزینه میکنی سالانه برای این کلاس ها، پروژه ها، چیزایی که میری که خودتو آپدیت کنی؟ ببین هزینه مادی داریم، هزینه تایمی. نه مادی رو میخوام بدون. در حال حاضر خیلی کم. خیلی کم. خیلی کم. بیشترین هزینه ای که کردی برای یه ایونتی چی بوده؟ ببین من سال 2016 یه روسیه رفتم که 80 میلیون هزینه، 80 میلیون تومن هزینه کردم برای اینکه 50 روز برم روسیه و دوره ببینی و تو دمای منفی 50 درجه مثلا پیش یکی هستی دوره بگذارم. واو. بزرگتر، یعنی قشنگ چلوندم خودم و مثلا رفتم. خیلی پول بود 80 میلیون. آدم گرونی هستی؟ نه. نرخات منظورم اصلا. نه ایران آدم گرونی بودم نه اینجا. یعنی ارزش کار تو هزینه‌شو میگیری ولی گرون نیستی. چون اگه نگیری که آنفر، کسی که 50 روز میره روسیه دوره ببینه خب مسلما باید بدی کار دستی و هنری میدونی چیه؟ اینه که آدم‌ها، خود منم همینم، اما حالا یه مثال خیلی عامیانش اینه که مثلا یه نفر میره یه آرتی بخره، مثلا یه تابلو نقاشی بخره، اینجون کنه مگه بوم چنده؟ بحث بوم نیست که. خب این خیلی مثال ساده یه برای اینکه آدم ها بتونن درک کنن. میکاپ حالا سخت‌تره، میگه کلا مگه چند ساعت اینو میپوشم؟ نه اون که بدتر، چقدر مواد مصرف کرده مثلا. ولی بعد 8-9 ساعت هم باید بشوری. آره نمیدونم که قیمت نداره و من کلن هم آدم خیلی مادی نیستم، ولی من هپی هم با قیمت هایی که میگیرم، ولی اصلا نه تو این شهر نه توی تهران اصلا آدم گرونی نبودم و نیستم. چقدر هم خوب یادم هست. چقدر تا به امروز تلاش کردید که نگار خوشگوهایی تربیت بکنید؟ ببین یه بخش خیلی خوشگل کار من که من هیچ وقت فکر نمی کردم مثلا واردش بشم آموزش بود. من مامانم معلمن، یعنی معلم بودن دیگه، بازنشسته شدن و من همیشه از شغل ایشون بدم میومد همیشه و کلن آدم کم صبری بودم. مثلا اگه ریاضی میخواستم تدریس کنم چون ریاضیم خیلی خوب بود، مثلا همش در حال دعوا کردم با دانش آموز بودم، دانش آموزان بودم. ولی خیلی اتفاقی افتادم تو این داستان آموزش رو از سال 2018 و اصلا دیدم که من عاشق این کارم و خیلی دوستش دارم و دارم خیلی. ببین من یه اتفاق با مزه تو زندگی من افتاد. من سال 2018 تا براشامم فروختم، یعنی دادم رفت و من یک سال و نیم دست به میکاپ نبردم. فکر نمی‌کنم همچین اتفاق دیگه بیفته. خیلی تحت فشار روحی بودم از جایی که و از همکارایی که داشتم و از جایی که داشتم کار میکردم. احساس کردم که میخوام به خودم یه بریک بدم. منزجر کننده شده بود کارو شرایط برام. میکاپ برام منزجر کننده بود. ببین اینرسی من زیاده، لختیم زیاده بعضی وقتا، البته که الان خیلی بهتر شدم. سخت از منطقه امنم میومدم بیرون، نه حاضر بودم اون جا رو عوض کنم. درنش ترجیح شدم که دیگه میکاپ نکنم و خودم رو توی به خودم و دیگران ثابت کنم که من میتونم میکاپ نکنم و یه آدم خیلی موفق باشم و خیلی حرفه‌ای تر رفتم سراغ هرستایلینگ. چی شد که اصلا اینو گفتم؟
چقدر تا امروز تلاش کردید چند تا نگار خوشگو دیگه تربیت کنید؟ هنرجو بحثش بود 2018 آره. باشتون بعد هیچی رفتم سراغ شینیون و تو اون شروع کردم به تدریس و خیلی جز مدرسه خیلی خوب شینیون ایران بودم. خیلی خوب. چقدر هنرجو داشتید؟ چند تا؟ ببین من تا امروز نزدیک به 2000 تا هنرجو داشتم میکاپ و شینیون. That's insane. آره. خیلی غیر 2000 تا؟ آره 2000. خیلیه. خیلیه. همه حضوری؟ نه نه نه، آنلاین و حضوری. چه جالب. ببین من اولین نفری بودم توی ایران که اسفند ماهی که دی بهمن اعلام کردن که کووید وارد ایران شده، من دوره آنلاین شینیون برگزار کردم و همه دوستای شینیون کارم با هم قهر کردن که چرا داری با 100,000 تومان چرا داری انقدر مفت همه چیزی که انقدر گرون یاد گرفتی و تریک کار همه ما رو یاد میدی. و من گفتم که من دارم دیوونه میشم توی خونه و من باید اینو یه جوری اینو بریزم بیرون. چه جوری برگشتین؟ به نظر من یه کار خیلی خوبی کردی. خیلی هپی ام و این اتفاق. و ببین آدمایی که ناراحت بودن از این کاری که من کردم، خودشون از همون پلتفرمی که من استفاده می‌کردم استفاده کردن و پولای خیلی خوب نوش جون همه هممون. منم کم پول نبردم. هممون خوب پول در بردیم. من می‌خوام بگم من اولین نفر بودم. اصلا جنبه پولیش به کنار. فکر می‌کنی خیلی کار مثبتیه به نظر من. خیلی کار خوبی بود. برگشت به خودت این کار خوب، این اتفاق خوب، انرژیش. من یک عالمه از دوستایی که اینجا دارم هنرجوی آنلاین من بودن وقتی که من ایران بودم و اصلا من پرونده مهاجرتیم درست نشده بود و اینا ونکوور زندگی میکردن. یا مثلا وقتی که من 2 ماه بود اومده بودم، یه هنرجوم از امریکا به خاطر من بلیت گرفت اومد اینجا که منو ببینه. آره خیلی من خیلی دوستای خوب پیدا کردم به خاطر دوره آنلاینم. خیلی دوستای خوبی پیدا. چه جالب، چه جالب. و درنچه آره من شینیونو به خاطر یکی از هنرجوام تقریبا گذاشتم که یعنی انقدر این آدم به نظر من معرکه تدریس میکنه، به تدریس رسید، یعنی پیش من دوره گذروند، دستیار من شد، شینیون کار خوبی شد، مدرس خوبی شد و من به نظر من خیلی بهتر از نگار خوشگوه الان. اسمشو میشه بگی؟ آره نیلوفر چم، دوست خیلی خیلی صمیمی و نزدیک من. آره زیاد هنرجو داشتم که به نظر من مرکن. خیلی خوبه که اینجوری حمایت کنیم، همو اینجوری پشت هم باشیم. حالا مهم نیست کجا و بتونیم با افتخار اسم همدیگر هم بگیم. بگیم آره. حتی اومد زر رو دست من. آره حتما لذت بردم. چند سال هست که یه سری کمپین شروع شده برای اینکه آرایش طبیعی، میخوام کلمه فارسیشو بگم، نشون میکاپ و اینجور چیزا. این تحولاتو چجوری میبینید؟ ببین به انگلیسیش میشه میکاپ نو میکاپ. میکاپ نو میکاپ، یعنی میکاپ کردی ولی انگار میکاپ نکردی. خیلی من دوست دارم، خیلی دوست دارم. و چرا؟ ببین به خاطر اینکه تو وقت صرف جویی میشه، یک. دو اینکه آدم ها یکم اعتماد به نفس پیدا میکنن که زیبایی، یعنی فرصت میدن به خودشون که زیبایی های خودشون رو ببینن، خودشون باشه، خیلی نرن زیر یه خروار میکاپ. و اینکه بی زمان میشه زیبایی. یعنی اینکه 20 سال دیگه هم عکساشون رو نگاه میکنن، یه شبیه خودم خوششون میاد هنوز. خیلی دوست دارم. و این یه تحولی توی میکاپ هم ایجاد کرد، یعنی لوازم آرایش، یه عالمه تولید کننده لوازم آرایش اومدن لوازم آرایش های مینیمال ساختن، یعنی مثلا لوازم آرایش های چند کاره، لوازم آرایش های سبک، لوازم آرایش هایی که بیشتر جنبه مراقبت پوستی دارن تا میکاپ. آره خیلی خوبه. برند مورد علاقت چیه نگار جون؟ ببین همه خیال همه برند دارم که دوستشون دارم. اگه بتونی دو تا برندو ببین، در حال حاضر توی کیت لوازم آرایش من تعداد زیادی خیلی کیریس هم بدونم چی میخوای بگی. وای نمیتونم فارسیشو بگم. میجوریتی چی میشه؟ بیشترین، اکثرن، اکثریت. ولی خب به میکاپ نمیاد. اکثریت آیتمایی که توی کیف لوازم آرایش کاریمه، برای عروس نه برای خودم، دیور و ناتاشا دنونا. آره.
شارلوت تیلبری چطور؟ خیلی دارم، اون سومیه. خیلی خوبه. ببین یه چیز خوب بحث ببین ببین ما الان اینقدر جفتمون راجع به میکاپ الان انتوزیاست شدم دارم میپرسم اصلا خارجم از بحث. ببین یه چیز، یه بحثی هست که من خیلی خیلی سه ماه درگیرشم. من وقتی که پیش جلال دیما ایریان کار، یعنی رفتم دوره دیدم، ایشون اصلا با هیچ لوازم آرایشی کار نمیکردن، فقط با لوازم گریم کار میکردن. و مثلا با یه پلت کریولاین، حالا آدمایی که تو کار میکاپ و گریم تخصصی هم میدونن، با یه پلت چرب با سه تا براش یه گریمی میکردن که واقعا مثلا یه دفعه من نتونستم خودم کنترل کنم، مثلا پاشدم دستشون رو بوسیدم، اصلا با اصلا بی‌نظیر. یه اتفاق بدی که داره توی الان میفته اینه که خیلی چون مارکت پول سازیه، خیلی این داستان مادی گرایی و پول خرج کردن توی میکاپ هم افتاده، مصرف گراییش اصلا رفته بالا، وحشتناکه. یعنی آدما اصلا توی اعتیاد عجیبی افتادن، چه به عنوان مشتری، یعنی چه به عنوان کسی که خودش میخواد خودش رو میکاپ کنه، چه به عنوان میکاپ آرتیست ها. یعنی مهارت رفته کنار و هر کی که کیت پروپیمون تری داره انگار میکاپ آرتیست بهتریه. آره این خیلی موضوع خطرناکیه. ببین واقعا ناراحت کننده است اگه این واقعیت رو بهتون بگم. مثلا کمپانی های مادر، مثلا کمپانی لوریل که مثلا لنکوم زیر مجموعهشه، خیلی بزرگترین برند تقریبا، آره، یا مثلا این داستان فکر کنم مثلا استیلادر هم هست که خب خیلی کمپانی داره، مکو داره، تو فیس دو داره، بابی برانو داره، تام فوردو داره، خیلی ها. واقعا فرمولاشون یکیه. یعنی من میتونم کرم پودر لوریلی به شما معرفی کنم، ترو مچ لوریل، واقعا نزدیکه به مثلا یک کرم پودر لنکوم. در نتیجه نمیتونم بهت بگم که مثلا هایلایتر شارلوت تیلبری بهتره یا دیور یکی. این همن هیچ فرق نمیکنه. ولی یه سری آرتیست مثل ناتاشا دنونا، مثلا پاتریک تا، مثل پم مگرا، اینا یه سری میکاپ آرتیستن که مثلا میان یه پلت سایه خاص میدن و تو نه به خاطر کیفیتش، نوع چیدمان اون پلت، مارکتینگ دیگه، نه خیلی راحت مصرفش. آه آه آه. برای من میکاپ آرتیست یا برای توی میدونی جذاب مصرفش، راحته با توجه به سلیقه تو میری و خب کیفیتش هم خوبه. ولی اینا مثلا شما تو سفارا برین همشون خوبه، متوجه شدم. نه کاملا قابل قبوله. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که فکر میکنی الان اکثرن توی میکاپ انجام میدن کسایی که حالا صاحب نظر نیستن، آدم های عادی، مثلا یادتونه قبلا همه زیر چششون رو بتونه میکردن با کانسیلر سفید، الان اشتباه میکاپ چیه؟ همیشه تو این 12 سال بزرگترین اشتباهی که آدم ها میکنن و نمیدونن راجبش ترتیب میکاپه. یعنی هنوز خیلی از آدم ها رو من میبینم که محصولات کرمی رو روی محصولات پودری میزنن. واو، مایکرو میشه یه دور بگید ترتیب چیه؟ اگه از روتین پوستی بخوایم شروع بکنیم، ما همیشه از رقیق میریم به غلیظ. شما پوستتون تمیز میکنین، تونر میزنین، سرم میزنین، مرطوب کننده میزنین، بعد اگر که پوستتون هنوز احتیاج داره کرمای غلیظتر و روغنی تر میزنین، پرایمر اگر که ضد آفتاب بی رنگ استفاده میکنین ضد آفتابتون رو میزنین، پرایمر میزنین، اگر پوستتون هر کامپلکشن چرب و کرمی داره استفاده میکنی، هر چیز چرب و کرمی، یه لایه نازک پودر فیکس، ترانسلوسنت پودر یا هر پودر فیکس، هر پودری که سبکه برای اینکه پوست شما رو یکم خشک بکنه و بعد تمام مراحل کرمی پودری میاد روی محصولات. از بالا به پایین بعد آرایش شروع بکنیم، یعنی ابرو، چشم؟ نه این کاملا سلیقه‌ایه. تو آرایش روزانه اگر که سایه سنگین استفاده نمیکنین هیچ فرقی نداره، شما میتونین اول پوستتون رو درست بکنین بعد چشمتون رو، ولی اگر که آرایش سنگین چشم بخواین انجام بدین و عمود بشینین برای اینکه نریزه روی میکاپتون یا کثیف نکنه، مترجمونه که اول آرایش چشم رو انجام بدیم و بعد پوست، بعد بیایم پایین. خیلی خیلی خوب بود. الان فکر کنم یه کسایی که نگاه میکنن و تو کار میکاپ نیستن هنگ کنن، بذارن ما انقدر چیزای مختلف رو صورتمون میذاریم.
خیلی ممنون از بابت اینی که گفتید. نظرتون راجع به کسایی که هنوز کانسیلر سفید میزنن رو پوستشون زن 7 درجه تفاوت رنگ داره چیه؟ ببین یه موضوعی که وجود داره و اینجا خیلی زیاد میبینی اینه که آدم ها اون چیزی رو که اگه در مورد کانسیلر فقط داریم میپرسیم یه باور غلطه که ما فکر میکنیم تیرگی زیر چشممون رو میتونیم با روشنی بگیریم. این دقیقا برعکسه. شما اگه زیر چشم تیره‌ای دارین ببینید تیرگیتون از چه نوع رنگیه، توی دایره رنگ برین دنبالش بگردین، حالا یا از کالر کارکتورها و اصلاح کننده‌های رنگی استفاده کنین، اگرم تنبلین نمیخواین یه چیزی استفاده کنین برین سراغ کانسیلرهای تیره تر و زرد تر. یه باور غلطه. ولی اینکه آدمو چرا میرن سراغ رنگ‌های اشتباه، یکی از ندونستنه، نمیدونن آندرتون پوستشون چیه و یه موضوع خیلی جدی اینه که آدم ها معیارهای زیباییشون متفاوته. آسیایی ها مثلا آسیای شرقی ها دوست دارن پوستشون خیلی روشن باشه، 200 درجه روشن‌تر کرم پوست میزنن. هندی ها دوست دارن پوستای روشن‌تر داشته باشن، براشون زیباتر به نظر میاد و صورتی تر، چون خودشون پوستای گرمی دارن، میرن سراغ پودرهای روشن‌تر و سردتر و همین باعث میشه پوستشون خاکستری به نظر بیاد. همش از روی ندونستن و معنایی که ما به زیبایی از لحاظ فرهنگی میدیم. خیلی خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. سوال چالشی میخواده چشم شیطش خنده داره برام، چون این بنده خدایی یادم میاد که خیلی نزدیکه یکی از دخترم مهامه، خیلی هم دوستش دارم، متنفر بود از عروسیش برای میکاپی که رو صورتش انجام شد و عکساشو میدونم یا پاره کرد یا سوزوند. آرایش آرایشش خلیجی بود. آرایش خلیجی یعنی چی؟ آیا هنوز مشتری هم داره؟ ببین چیزی که ما تو ایران بهش میگیم آرایش خلیجی، منظور آرایشایی هن که تیپ آرایشای عربی دارن، چون خلیج ما منظور جنوب ایران، تیپ آرایشای سنگین تر و عربی تر میپسندن و اصلا چیز زشت یا بدی نیست. فقط موضوع اینه که هر چقدر رنگ پوست تیره تر میشه، چشما تیره تر میشه، موها تیره تر میشه، مسلما رنگهای تیره تر خودشو بیشتر نشون میده و آرایشای پرتر. آرایش خلیجی به آرایشایی میگیم که خط دارن، آرایشایی که تمیزن، هیچی فید نشده، خیلی خطوط مشخصه مخصوصا توی چشم. نمیشه گفت بده، خیلی هم کار سختیه، خیلی هم کاریه که مهارت میخواد. وقتی که زیبا اجرا میشه شاید سلیقه ماها نباشه ولی از دیدنش مسلما خوشمون میاد، یعنی میگیم بحث آرایشی، ولی مهمه که خوب اجرا بشه. آخرین کسی که براش آرایش خلیجی کردید کی بوده، کی بوده؟ اینجا یا ایران؟ نه اینجا هم کردم. مشتری خوب عرب دارم، مشتری هندی دارم. اخیراً بوده؟ آره. یادم نمیاد. ولی من پارت تایم توی سفورا به عنوان میکاپ آرتیست کار میکنم. خب خیلی مشتری مثلا هندی و مثلا حالا از ملیت های دیگه میان آرایش پر دوست دارن، ولی فکر کنم حتی عروسی داشتم که آرایش خط دار دوست داره و انجام میدم. خیلی هم عالی. این سوال راست میشه به یه سوال دیگه که دارم، ولی اینقدر سوال دارم ازتون، خیلی بحث جذابی برای خودم، ولی شده که یه آرایشی رو برای یه کلاینتی انجام بدید که به نظر شما عالیه، به صورتش میاد خوبه، ولی اون کلاینت با اون خوشحال نباشه و از شما یه میکاپی رو بخواد رو صورتش انجام بدید، درخواستی داشته باشه که خب به نظر شما خوب نباشه، چه جوری با این برخورد میکنید؟ تازه من همچین روز داشتم که مثلا ترایالش و ترایال میکاپ آزمایشی که مثلا قبل از مراسم ما انجام میدیم و به سلیقه من زدیم و اون دوست نداشت و آرایش عروسیش رو یه چیزی میخواست که از نظر من خیلی بد بود، ولی نتیجه کار خیلی خوب شد. ببین یه چیزی وجود داره، اینه که مشتری به خاطر سلیقش، به خاطر ترند، به خاطر مود یه سری چیزها رو میخواد، مثلا ابروی پهن میخواد، رژ قرمز میخواد، همیشه توی رویاش دیده که میخواد تو عروسیش رژ قرمز بزنه، ولی مثلا دندوناش خیلی سفید نیست. این تبحر من میکاپ آرتیسته که قرمز رو بزن ولی قرمز سرد بزن، که این پرچم اسپانیا نشه، که دندوناش سفیدتر دیده بشه. یا ابروی پهن دوست داره، فاصله چشا ابروش کمه، ابروشو پهن بکن تا جایی که اون دوست داره،
پشت چشمش رو روشن کار کن. یعنی منم که با مهارتم میتونم یه بالانسی ایجاد بکنم که نه سیخ بسوزه نه کباب، هم اون دوست داشته باشه هم خوشگل بشه. خیلی خوب بود، هیچی ندارم برای گفتن، خیلی خوب بود. به نظر شما کدوم سلبریتی، اینفلوئنسر، هر کی، کیه که میکاپشو میبینی زجر میکشه؟ منم میخوام اینو جواب بدم خودم، ولی کیه که واقعا وقتی آرایششو میبینید میگی وای تو چقدر نمیدونی داری چیکار میکنی؟ نه خب ببین، ما یه سری سلبریتی داریم، مثل خواننده داریم، مثل بازیگر داریم که آدمای دیگه میکاپشو میکنن اصولا. خب یه سری، یه آدمی هست که اصولا میکاپ های خوبی روش انجام نمیدن. ببین میکاپ خوبم خیلی داره، تیلر هیل میکاپ خوبم خیلی داره و صورتش واقعا این آدم زیباست، قبول داره، ولی آرش بعدم خیلی داره. ببین یه چیزای تریکی داره تو صورتش، زیر چشمش خیلی تیره است، ابروهای بسیار پهن و نامرتبی داره. خودش هم مثلا توی برنامه ووگ، حالا من نقدشم گذاشتم دو سال پیش تو پیجم، مثلا ریملشو به ابروشم میزنه، ریمل موژشو ماسکراشو به ابروشم میزنه، بعد اصلا بلونده این آدم، ولی ابروهای پهن و تیره‌ای داره. آره ولی خب این بدتر خفه میکنه صورتشو. میکاپای خوبش کمتر از به نظر من میکاپای هرس میخورم من، چون واقعا زیباست. الان که این بحث شد گفتم منم میخوام جواب بدم، نظر راجع به آرایشای بریتنی اسپیرز چیه؟ ببین وقتی که بریتنی اسپیرز توی دهه خیلی بولد بود و خیلی رو صحنه بود و خیلی خیلی ترند بود، که بدترین دهه‌ایه که آدم‌ها به خودشون دیدن، دهه 70 ایران، اپولو، ابروهای وحشتناک نازک و آرایش‌های مثلا روشن پشت چشم و سالای مثلا 2000 اینا. ببین خب من هیچ حرفی ندارم، این آدم رومود باید می بوده و اون موقع هم بوده مارکتینگه. ببین الان بریتنی اسپیرز داریم راجع به آدمی حرف میزنیم که تو دهه 50 زندگیشه، به خودش اصلا نمیرسه، مثلا در مقایسه با جنیفر لوپز که جنیفر لوپز 5 6 سالم بزرگتر از اونه، پوست بسیار دا پوستش داغون شده، درست حسابی میکاپ نمیکنه، میکاپ آرتیستا اصولا میکاپش نمیکنن، خودش رو میکاپ میکنه. خب آدمی که خودشو ول کرده، خودشو ول کرده دیگه، نمیشه روشم انتقادی هم نقدی هم کرد، انتقادی ندارم روشاره. چقدر قیمت لوازم آرایشی روی آرایش تأثیر داره؟ ولی گفتی گفتم ببین کیفیت میکاپی که داریم استفاده میکنیم مسلماً خیلی مهمه، ولی اگه یه روزی به من بگن که کیفیت مهمه یا مهارت، با اختلاف زیاد مهارت. چون اگر یه نفر مهارت و دانش داشته باشه میتونه با لوازم آرایش استاند، اشتباه منو برداشت نکنین، استاندارد، نه یعنی مثلا مک تقلبی، مایی مثلا اگه تو ایران بچه ها بدونن، یا مثلا دراگ استوری اینجا مثلا لوریل، شما میتونی یه میکاپ با دوام با کیفیت عروس عالی بزنین، تکونم نخوره اگه مهارت داشته باشی. شغل رویاهات هم همین بود از بچگی؟ ببین نه من بچه که بودم سریال فرندز رو میدیدم، بعد عاشق شغل ریچل بودم، یعنی پرسونال شاپرینگ، مثلا خریدار شخصی به نظر من خیلی جالب بود، چون خوبم هستم توش. یعنی مثلا های خاطره براتون تعریف کنم، مثلا من کروات شوهر خالم و پدر بزرگم و بابام و پدر شوهرم همه رو واسه عروسی من خودم مثلا با لباس خانماشون رفتم خریدم ست کردم، اینجوری هم. شاید شغلم شغل مورد علاقه من بوده، ولی راضی از شغل الان؟ آره خیلی دوست داری؟ اصلا فکر نمی کنم که بتونم کار دیگه ای بکنم. آخه چقدر قشنگ. آره خیلی خیلی خوبه. بهترین تعریفی که راجع به خودت میشنوی که واقعا از اعماق وجود خوشحالت میکنه چیه؟ میتونه راجع به شخصت باشه، میتونه راجع به کارت باشه، ولی چی خوشحالت میکنه؟ ببین نمیدونم الان، ولی یه چیز تازه میگم، چون آدم من همش در حال عوض شدنم. ببین حالا مثلا یکی بهت میگه خیلی صبوری، بعد مثلا خودت توی وجودت میدونی که نه خیلی صبور نیستی،
به خاطر شرایط داری صبوری میکنی بهت نمیچسبه، تو میدونی اون نیستی. ولی یه اتفاق خیلی جالبی که برام افتاده، خب من به واسطه سوشال مدیام آدما خیلی منو میشناسن و خب تعریفشون انگار به جان وجودم نمیشینه، نمیدونم چرا. مثلا فکر میکنم که خب مثلا منو میشناسن، با هم خاطره دارن، دوستم دارن، به هم لطف دارن اینا. مثلا خب توی سفارا مثلا یه آدمی رو شروع میکنم به میکاپ کردن، آدم مثلا نمیدونه من کیم، چند تا فالوور دارم، چند سالم، از کجا اومدم، ملیتم چیه، هیچی. بعد که مثلا بعد مثلا خب خیلی وقتا به خاطر اینکه مثلا هم نژادشون نیستی یکم با همچین ترس میشینن زیر دستت. بعد نیمه میکاپ رو که رد میکنم یهو میگن که مثلا حالا مثلا بای دی وی چقدر خوبه، چقدر تو کارت خوبی. بعد مثلا یهو اینجوری میشم آه مرسی. آره خیلی خیلی خوشحال میشم اینجوری. چقدر خوب. پس حریف آنست بهت میچسبه. آره دیگه، چیزی که نه نمیگم اون کسی که به من میگه صبوری داره دروغ میگه یا تملق میکنه. من واقعا تو کارم صبورم، ولی به ذات من انسان صبوری نیستم. نیستی. دارم سعی میکنم تو کارم صبور باشم. خیلی قشنگ بود. به نظرم خیلی خوبه. آره اینجا وقتی میای چون هیچ هویتی اولش نداری و اون بیریشه هستی، ولی وقتی همون چیزی راجع به خودت میشنوی که افرادی که تو رو میشناسن میگن، انگار به خودت ثابت میشه. این منم. من واقعا تو این کار خوبم. چقدر خوب. بزرگترین توانمندیت چیه نگار؟ به من آدم منعطفیم، یعنی اصلا گفتم اینرسیم زیاده، ولی تو بحران میتونم، کلا آدم منعطفیم، تو شرایط انعطاف دارم. به نظرم این بزرگترین توانمندیمه. و اینکه وقتی یه کاری رو مثلا دوست دارم و انجام میدم بهترینم رو میذارم، یعنی مثلا اگه آشپزی میکنم بهترینم رو میذارم، اگه خونم رو تمیز میکنم بهترینم رو میذارم. پرفکشنیستی از یه لحاظ برای خودم شاید دردناک باشه، ولی از یه لحاظم توانمندیمه. پرفکشنیستی نه، این که دوست داری بهترینتو بذاری. نه واقعا میذارم. میذاری، یعنی اگه مثلا آدمیزاد کمالگرایی محدودیت داره دیگه. مثلا من که خب بهترین میکاپ آرتیست دنیا نیستم که، ولی آنچه که هستم و بهترینشو میذارم، اگه تو رقابت نباشم. و من اصلا اهل رقابت نیستم، یعنی میدونو سریع ترک میکنم. ولی تو کارم اگه تنها باشم بهترین خودم رو ارائه میدم. حرف رقابت شد. حرف رقابت شد. دوست دارم این حرفو. خیلی تو چند سال اخیر اینفلوئنسرهایی که میکاپ میکنن و حس میکنن میکاپ آرتیستن خیلی رفتن بالا. هممونم میشناسیم یکی دوتا روی اینستاگرام. نظر راجبه کار صدف چیه؟ صدف بیوتی کارش به عنوان اینفلوئنسر یا کارش به عنوان میکاپ آرتیست؟ میکاپ آرتیست. صدف بیوتی شخص نمیگه من میکاپ آرتیستم. میکاپ هایی که میکنه، نظر تو چه میکاپ؟ خودش خوب میکاپ میکنه. ولی بقیه نه؟ اصلا فکر نمیکنم. آخه یه دفعه چرا نمیدونم تو یکی دو بار معمولی، خیلی معمولی. معمولی. نظر تو به الناز گلرخ چیه؟ اصلا اینفلوئنسر خوبی نیست، میکاپ آرتیست بسیار خوبیه. بسیار اصلا کلا این دختر بسیار هنرمنده. خیلی، یعنی من ایران میشناسمش و بسیار نه تنها میکاپ آرتیست خوبیه، هر کالریست خوبیه، اصلا کلا دستان بسیار هنرمندی داره. ولی اصلا به نظر من اینفلوئنسر خوبی نیست. ببین خوب و بد انسانیت منظورم نیست. نه نه نه، توی اینفلوئنسر موفق نیست. درسته که 4 میلیون حالا فالوور داره، ولی به نظر من مثلا اگه مقایسش میکنیم با صدف بیوتی، صدف بیوتی اینفلوئنسر بهتریه. و انگلیسی صحبت نمیدونم واقعا که نمیدونم که چقدر واقعا اون خوب حرف میزنه یا این بد حرف میزنه. بگذاریم. مرسی که گفتی اینو، خیلی برام جای سوال بود که از نظر یه اکسپرت توی میکاپ همچین چیزی رو بشنوم، چون به نظرم واقعا میدونی داری راجع به میکاپ چی کار میکنی. توصیه و پیشنهادت به کسی که توی کار میکاپ یا میخواد شروع بکنه چیه؟ و به نظرت چقدر سرمایه اولیه لازمه الان توی بگیم کانادایی که بخواد شروع به کار کنه؟ ببین یه کیت معمولی بخوای جمع کنی احتمالا باید 2000 تا اینو داشته باشی. بیشتر نه، کیت معمولی دیگه. سفورا نری خرید کنی. به شاپرز مثلا از الف و
NYX و لوریل و اینا خرید کنم. پس به نظرت با اونا میشه واقعا میکاپ آرتیست شد؟ آره. همه میکاپ آرتیست ها که نباید مثلا نرخ میکاپشون مثلا یکی باشه. خب کسی که مثلا کیتش از اونه یا مثلا مجبور نیستن همه عروس بزنن که. آخه همه که عروس کار از سلام علیکم که عروس کار نمیشی که. پس برای شروع با $2,000 تو کانادا میشه خوب. تازه میتونی به نظر من یه سری چیز هم از مثلا برندهای لول بالاتر بخری. ولی باز بشه دوتا؟ آره 2000 تا. آره سرمایه اولیه بدون آموزش. آره بدون آموزش. آموزش یا میکاپ یا اجرای میکاپ؟ برای نگار 34 ساله آموزش. ببین هیچ وقت فکر نکنم که یه روزی برسه که دیگه کلاینت نگیرم. بمون تا عروسی. نه حتما خواهم یعنی فکر کنم تا وقتی که جون داشته باشم که این کار انجام بدم میکنم این کارو. ولی دوست دارم منو به عنوان مدرس بشناسن. اتفاقی که تو ایران برای خودم رقم زدم و اینجا دلم میخواد دوباره این اتفاق بیفته. تو ایران دیگه منو بیشتر به عنوان مدرس میشناختن تا به عنوان میکاپ آرتیست. چه قشنگ. دوست دارم اینجوری جمع بکنیم که هممون یه آرزویی داریم، هممون فن یکی هستیم. دلت میخواد کیو میکاپ بکنی که فکر میکنی کی افتخار آشنایی با کیو دوست داری داشته باشی و میکاپش بکنی؟ ایرانی خارجی؟ خیلی مدلم اینجوری نیستش که ببین مثلا اگه بتونم از کسایی که فوت شدن انتخاب کنم اسم اصلا اسمش هم الان یادم نمیاد، مثلا من کلا میمیرم واسه اسکارلت اوهارا، واسه اون شخصیت توی فیلم برباد رفته. مثلا اگر که زنده بود و من میتونستم میکاپش کنم، مثلا اون کانورسیشن هین میکاپو دوست داشتی، اصلا میتونستم بمیرم براش. ولی برای کسی که زنده است، مدل، بازیگر. ببین چرا خیلی آدم هستن که دوست دارم میکاپشون بکنم. مثلا چه میدونم اگه ایرانی بخوام بگم، مثلا گلشیفته فرهانی رو خیلی دوست دارم میکاپ بکنم، چون هم به نظرم زیباه، هم به نظرم شخصیت جالبی داره. مثلا گلشیفته. آره دوست دارم که مثلا میکاپش بکنم. یا مثلا پریانکا چوپرا رو دوست دارم میکاپش بکنم. چه میدونم تو ایران هنرمندارم آرایش میکردی؟ نه هیچ کس رو چرا ولی یکی دوتا مثلا بازیگر و اینا رو میکاپ کرده بودم. اینجا بیشتر اتفاق افتاده. اه. آره مثلا الناز نوروزی که توی هالیوود و بالیوود بازیگره و رقصنده است و اینا رو میکاپ کردم. چقدر آره شینی رو میکاپ کردم. خیلی هم عالی. آره چند روز پیش خانم سیاه چند روز پیش خانم آفریقایی آمریکایی که خواننده بودن رو میکاپ کردم. چقدر قشنگ. نگار من خیلی لذت بردم از صحبت باهات. اینو واقعا بدون اغراق میگم، چون حس میکنم خیلی نیاز داریم بیشتر بشنویم از آدمایی که ماهرن توی کارشون و نکته هایی رو یاد بگیریم که امروز اتفاق افتاد. مثلا ممنون که تایم تو در اختیار ما گذاشتی و خیلی لذت داشتیم. امیدوارم که بیننده ها و بچه ها هر کسی که دوست داره ارتباط رو باهات بگیره. آمه. و ازت بیشتر یاد بگیره. مرسی از شما، مرسی از برنامه خوبتون. با بیننده ها و شنونده ها خدافظی کنیم. خیلی هم خوشحال شدم. روز و شبتون بخیر. خدا نگهدار.